زی عباس و علی اکبر و قاسم زی محمود سی بغیر از داغ شوق در سینه چیزی نیامده. اگر پرسی چی کردی دختر سی ساله مولا، خراب دفتر او کردم غریب آمد نیاوردم. اگر پرسن وحدت روز رستاخیز چی آوردی، بغیر از حب مولایم علی چیزی نیاوردم. بارها بو محمد که یعنی جان من است، هم به جان یعنی و نام محمد سلام. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله الأطهرين الأنجبين الهداة المهديين سيما مولانا ومولى الكونين أبا عبد الله الحسين. أما بعد، قال الحسين عليه الصلاة والسلام: والله يعلم إني أحب الصلاة وتلاوة القرآن والإنفاق في سبيل الله والدعاء. خدای متعال در این ایام حزن و اندوه و مصائب اهل بیت رسول، ما را در جمله عزاداران خامس آل عبا قرار بدهد و بتوانیم در این ماه محرم اسم خود را در زمره عزاداران ثبت و درج بنماییم. در این جلسه خواستم مجلسم را به حدیثی از مولایم ابی عبدالله الحسین علیه السلام متبرک کنم. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام می فرماید: خدا می داند که من دوست دارم نماز را و دوست دارم تلاوت قرآن را و دوست دارم انفاق در راه خدا
و دوست دارم دعا را. خب عزیزان، رسیدن به حقیقت مراحلی دارد که سالک الالله اگر بخواهد به حقیقت برسد باید طی طریق کنه. همین طوری رسیدن به حقیقت سخته، نه، باید طی طریق کنه، زحمت بکشه تا برسد به اون جایی که مصداق این آیه شریفه واقع بشه: یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خب سوال میشه که حالا ما به حقیقت رسیدیم چه سودی؟ بله، اولین سودی که عاید حال انسان میشود اینه که انسان مقرب درگاه الهی میگردد. این یک. و دوم این که وقتی به حقیقت رسید از انسان میخواهد زندگیش رو پاک کنه. هیچ انسانی نشده تا به حقیقت نرسد زندگیش پاک و پاکیزه نمیشه. هم این دنیا تمیز و پاک و هم آخرتش پاک میشه. پرده ها از مقابل سالک الالله دور میشه و انسانی که مراحل عبودیت رو طی کنه میرسد به اون حقیقت که هم این دنیاش زیباست و هم اون دنیاش زیباست. این دنیا دیگه دغدغه ندارد، از هیچ چیزی نمی ترسد. وقتی انسان به حقیقت برسد از خدا بترسد، دیگه از پادشاه و رئیس جمهور زورگو و هر ظالمی هراس ندارد. علاقه هست. ببینید اول کلمه احب رو امام بیان میکنه: والله یعلم انی احب الصلاة. برادران، احب یعنی عشق ورزیدن. در یک حدیث دیگری هم از امام علیه السلام بیان شده که من به نماز عشق می‌ورزم، علاقه دارم. تا در انسان علاقه ایجاد نشه زندگی بر انسان سخت و دشواره. ولذا علمای علوم انسانی مطلب رو بیان میکنن و این که هیچ وقت انسان در زندگی خود کاری را بر خود که علاقه ندارد تحمیل نکنه. چرا؟ برای این که نادرست در میاد. اگر شما نگاه میکنید یک ساختمان بسیار چند طبقه زیبا خلق شده به دست یک معمار، خب یقین کنید که این معمار در فنش و در کارش علاقه داشته. تا عشق در کار نباشد،
تا علاقه در کار نباشد ابداً ساختمان به این زیبایی خلق نمیشه. بله، پس باید دقت کرد بعض خانواده ها بعض کارها را بر فرزندانشون تحمیل میکنن و اون این که فرزندم الا و لابد تو باید پزشک شوی، دخترم الا و لابد تو باید معلم بشی. نه، باید در زندگی این جوان و یا نوجوان یا این فرزندی که میخواهد برود ابتدایی به خانه، بعد متوسطه و بعد عالی طی کنه و بعد وارد دانشگاه بشه، باید دید که کدامین علاقه و عشق در این فرزند وجود دارد که اون علاقه را باید چه کرد؟ درست کرد. والله یعلم انی احب الصلاة. انسانی هم که میخواهد برود به سمت نماز باید در حال تنبلی به نماز ایستاده نشه. اول باید علاقه به نماز را در خود خلق کنه. علاقه در نماز چگونه بر انسان خلق میشه؟ این که اول باید خدا را شناخت، پی به ذات او برد. انی احب الصلاة، خب البته شناخت خدا هم برای انسانها متفاوته. نمیشه که بگیم همه انسانهای روی زمین خدا را میشناسن. نه، خب یک عده اصلا خدا را نمیشناسن، یک عده هم اگر میشناسن خدا را شناختشون شناخت بسیار سطحی است. اما یک عده خدا را میشناسن، اون شناختی که یک عارف به وجود میاد برایش، به قول بابا طاهر عریان که به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به کوه و دشت و دریا و در و دشت، به هر جا قامت زیبای تو بینم. خب اینم یک شناخته. این شناخت این عارف با شناختی که حضرات انبیای عظام دارد باز فرق میکنه. اون شناختی که پیغمبران دارند، اون شناخت دیگه شناختی است که برای هر انسانی میسر نمیشه. باز میبینیم اون شناختی که 14 معصوم دارد نسبت به خدا، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام کلامی دارد که می فرماید اگر تمام دنیا کافر بشوند و خدا را نشناسند، یک ذره از ایمان علی کم و کاسته نمیشه. و همچنین اگر تمام عالم از انسانها موحد شوند و ایمان به خدا بیارن، باز هم یک ذره بر ایمان علی افزوده نمیشه. و شما ببینید، مقایسه کنید این شناخت رو، این شناخت رو بر شناخت ماها مقایسه کنید. ماها اینطوری هستیم اخلاق انسان که تا وقتی که اگر مثلا در قم هستیم یا در نجف هستیم یا در کربلا هستیم یا در مشهد هستیم،
در این عتبات عالیات میبینیم خب اخلاق ما عوض میشه، داریم علاقه ما به معنویت افزوده میشه، چون برای این که پایین میاییم میبینی اهل دین مؤمن، بالا میری همینطور تو کوچه تو راه رو همه با حجاب همه اهل دین همه ندای دین میدن، خب تأثیر میکنه بر انسان، خوبپذیر است نفس انسانی، انسان یک اخلاقی دارد که پذیرا اخلاق دیگر رو داره، و برای همینه که امام صادق علیه السلام برای ماها میفرماید لا ینبغی للمؤمن ایجلس مجلسا لا یفر من، سزاوار نیست برای انسان مؤمن در جایی برود که توانایی فرار از اونجا رو نداشته باشد، تواناییش مگر این که توانایی داشته باشه خودش رو حفظ کنه. خب اینم شناخته ها، یک وقت میبینه همین آدم مؤمن یواش یواش در اثر مجالست و در اثر نشست و برخاست با آدمهایی که اهل دین نیستن اخلاقش عوض میشه، یک وقت میبینی معاصی و گناه برای او کمرنگ میشه، یک وقت میبینی خلاصه اون چرا که نباید انجام بده انجام میده. خب چرا اینطوریست؟ چرا رنگ عوض میکنه انسان؟ خدای متعال در سوره مبارکه بقره یک آیه دارد در رابطه با رنگ، میگه صبغت الله و من احسن من الله صبغه. خب یعنی چی؟ یعنی رنگ خدا. رنگ خدا یعنی چه؟ یعنی اون کسی که ایمانش قوی میشه رنگ خدایی میگیرد که عوض نمیشه، طبیعتش میشه خدایی. اینم یک جور شناخته. اما حضرات معصومین علیهم السلام هر جایی که برون در هر مکانی که باشن یک ذره بر ایمان اونها نه افزوده میشه و نه از ایمان اونها چی میشه؟ کاسته میشه. چرا این گونه است عزیزان؟ چرا؟ علتش در همین احبو نهفته است. اینی احب الصلاة والله یعلم اینی احب الصلاة، خدا میداند که من چقدر نماز رو دوست دارم، چقدر به نماز عشق میورزم، چقدر به نماز علاقه دارم. خب میرسد به حقیقت محض. حالا عزیزان شما تتبع کنید، تجسس کنید، بگردید. خدا خلیل دارد، خدا حبیب دارد، خدا در بین انبیا حبیب داره، خلیل داره، روح الله هست، نور الله هست، اما دیده نشده که عزیز الله، اما از بین اولیا و انبیا یه خدا یک نفر را به نام عزیزش خطاب کرد. عزیز یعنی چه؟ کلمه عزیز، کلمه عزیز به معنای سختی است. یکی میگه عزیز منی، خب یعنی چی؟ یعنی سخت است که از تو دور بشم، سخت است که از تو جدا بشم، سخت است که از تو بکنم خود رو. ولذا ابی عبدالله الحسین شد عزیز خدا. چرا؟ برای این که حسین رسید به اون جایی که باید برسد.
و رسید به اون مقامی که اصل مصداق این آیه واقع شد، یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. این مقام ابی عبدالله است. شما نگاه کنید که حسین بس که به حقیقت نزدیک شد، بس که فانی الالله شد، بس که محو در خدا شد، لذا میبینیم بازار حسین تا قیامت گرمه. و شما میبینید این یک امر واضح و روشن است که هیچ نبی، هیچ پیغمبری، هیچ امامی مثل ابی عبدالله شخصیت بین المللی نداره. شما بگردید رسول خدا جدش آیا در بین یهود و نصارا طرفدار داره؟ آیا جدش رسول خدا در بین هندو و بت پرستان طرفدار داره؟ آیا جدش رسول خدا در بین گبر یعنی از طرفدار داره، یعنی گبری که خدا را نمی پرستد اما آتش رو می پرسته؟ شما عزیزان توجه کنید، می بینید آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام در بین گبر و ترسا و یهود و نصارا و تمام ملل ابی عبدالله الحسین علیه السلام طرفدار داره. حتی کمونیسم رو من دیدم، یعنی کمونیست، یعنی دهری محض، خدا رو قبول ندارد اما حسین رو قبول داره. علتش به کجا برمیگردد؟ به همین کلمه احبو، یعنی چنان عشق میورزد به خدا، چنان محو در خدا شده که خدای متعال حسین را در بین انسانهای زمین چنان قرار داد که هر قدر زبان بگذرد میبینیم بر نورانیت کربلا، بر عظمت سید الشهدا، بر مقام حسین افزوده و افزوده میشه. زمان گذشته زمان حسین رو کهنه نمی کنه. برادران عزیزان، شما بیایید در هر ملتی، در هر مذهبی یک اتفاقی بیفته، میبینید روز بروز کم 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 از بین میره، رنگ عوض میکنه. خب زکریای پیغمبر سرش از بدن جدا نشد، شد. اینا همه در راه خدا شهید شدن. اینطوری نیست که فقط ابی عبدالله شهید شدن، انبیا هم شهید شدن. و یقتلون الانبیاء بغیر حق، در قرآن انبیا کشته شدن. زکریای پیغمبر شهید شد، انبیا تبعید شدن، در راه خدا به شهادت رسیدن. اما ما میبینیم چرا از یحیای پیغمبر اینقدر مثل حسین یاد نمیشه؟ چرا از زکریا؟ چرا از دیگر انبیا؟ چرا از حمزه سید الشهدا؟ چرا از جعفر طیار؟ چرا از شهدای احد؟ اینا همه در راه خدا شهید شدن برای اینکه حسین محو در خدا شد. و نظام ناصرالدین شاه میگه عشق بازی کار هر شیاط نیست، این شکار دام هر صیاد نیست. عشق از معشوق اول سر زند تا به عاشق جلوه دیگر کند. شاهد این مدعا خواهی اگر بر حسین و حالت او کن نظر، روز عاشورا در آن صحرای عشق کرد رو را جانب سلطان عشق. بار الها این منم، این پیکرم، این علمدار رشیدین اکبرم، این من و این ذکر یارب یاربم، این من و این ناله های زینبم،
این سکینه، این رقیه، این رباب، این همان قاسم که باشد در ناب، این من و این ساربان، این شمر دون، این تن اوریان میان خاک و خون. پس ندا آمد زحق که شاه عشق، ای حسین ای یک تازه راه عشق، گر تو بر من عاشقی ای محترم، پرده برکش من به تو عاشق ترم. ببینید ای که میگه عشق از معشوق اول سرزند، یعنی اگر تو پرده رو دور کنی من به تو عاشق ترم. سبحان الله. الان اهل بیت در کجا هستن؟ در شامن. خب چرا؟ اگر ابی عبدالله الحسین علت حادثه عاشورا بود، علت مبقیه عاشورا زینبه. چطور شد که یک زن، یک بانو، یک خانم با این که در یک روز داغ شش برادر دید، اونی که مشهوره، در یک روز داغ دو جوان دید، در یک روز داغ برادرزادگان و خواهرزادگان دید، در یک روز ماتمی زینب دید که به خدا قسم هر انسانی نگاه میکرد میدید از پادر میامد، سکته میکرد. بله ما داشتیم زنی جوانش از بین رفت، صبح بعد از ظهر مادر از دنیا رفت، یک جوان نه بهش تازه